خانواده از زندگی من توی زمینه مبارزات سیاسی که داشتی میکردید شما شکست خوردید؟ نه من شکست فکر نمی‌کنم شکست خوردید با توجه به اینکه الان در آمریکا هستید و در اینجا دارین زندگی میکنید و در اونجا نیستید فکر میکنه علاوه شخصی مبارزاتی شما شکست خوردید؟ نه اینو من شکست نمی‌دونم اگرچه ممکنه ولازم مبارزاتی داخل ایران بودم موثرتر بودم بخوام خودم ارزیابی بکنم ولی اینو شکست نمی‌دونم و از اونجایی که من حضورم در اینجا رو یک دوره موقتی میدونم چون به حال برای من مهم بود که حتما به حال تحصیلاتم رو اون نقطه پایانی برسونم و دکترام رو بگیرم در داخل این امکان از من سلب کرده بودن و همچنین خب به حال به دلیل کیفیت تحصیلی هم از گذشته ترجیح میدادم که در دانشگاه آمریکا این دوره رو انجام بدم ولی من از این لحاظ که احساس شکست میکنم ولی قطعا میدونم خب شکل مؤثرتر مبارزه خب در داخل کشور هستش و من هم یه دوره موقت میبینم و هر روز هر ساعتم آرزو میکنم دوره تمام بشه و برگردم به ایران. میخوام پس دکتراتونو گرفتین میخوام برگردین ایران؟ بله من برام بس برگردم ایران دیگه. به هر حال امیدوارم تا اون موقع برخی گشایش های سیاسی هم همراه بشه ولی به هر حال این برنامه هم هست این هدف هم هست و شاید هزینه هم برش پرداخت کنم. یکی از شکنجه هایی که شما دربارش گفتین من نقل قول میکنم از خودتون گفتین که فریادهای گوشخراش به صورت متوالی در گوشهای این جانب که برخی از آنها متضمن فشارهای جنسی بود آیا شما آزار جنسی در زندان‌های ایران رو تایید می‌کنید آقای افشاری؟ من آزار به معنای عمل جنسی رو خب چون نه چون خودم شاهد نبودم ولی فردی با یک صدای بسیار گوشخراش و ناهنجاری مرتب یک سری اعمال جنسی رو توصیف میکرد با فریادهایی در گوش من که با من این کارها رو خواهد کرد اگر من مثلا کوتاه نیام و به خواسته تیم بازجویی رو قبول نکنم. این رو بله اینو من واژه‌های بسیار زشتی به کار می‌برد این عباراتی که توصیف میکرد و همون عباراتی که به حال حکومت به قانون مجازات اسلامی جرم میدونه اگر کسانی حالا اون اعمال رو بخوان انجام بدن ولی مثلا اون خیلی به صراحت تهدید به عمل لواط میکرد مثلا به شیوه خیلی بسیار نامناسبش. شما هیچ وقت ولی شاهد این که یه همچین اتفاقی در سلول بغلیتون یا مثلا صداش بیاد یا نه من مشاهده ای نداشتم یا حتی نشنیدین که کسی شنیدن که از افراد شنیدم چرا البته بیشتر در مورد زندانیان غیر سیاسی خیلی این قضیه متداول هست به خصوص در بازداشتگاه های مرتبط با آگاهی من میگم شنیدم اینها نمیتونم تایید بکنم درسته یا نه ولی واقعا استعمال نوشابه نه خیلی امر عادی هست از این حال برخورده که صورت شیشه نوشابه منظورست بله شیشه نوشابه شما به عنوان عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر هیچ وقت گیر دادیم به دانشجو چون انجمن اسلامی دانشگاهی که ما توش بودیم گیر میداد به ما آقا این شلوار اینجوری نپوش نمیدونم ماهاتون اینجوری نکن نه تو ما خوشبختانه ما در دوره‌ای بودیم که انجمن اسلامی تحول پیدا کرد و دیگه اون روش‌ها رو نداشت من در دهه 70 که وارد دانشگاه شدم سال 73 بود وارد انجمن شدم 74 عضو شورا مرکزیش بودم نه تنها این نبود عکسش بود چون اون موقع نهادی در دانشگاه امریکایی بود به نام کمیته عامه معروف اینها جلو در دانشگاه می ایستادن و گیر میدادن به دانشجوها پسر آستین کوتاهش به لباس آستین کوتاه گیر میدادن به دختران نو آرایششون ما جزو گروهی بودیم که رفتیم با اینها برخورد کردیم و این قضیه جمع شد در اون مقطع و حداقل ما در این دوره انجمن اسلامی هم کردیم هیچ وقت گیر ندادیم بهش نه من هیچ وقت نه تنها گیر ندادم بلکه از حقوق اون آدمایی که گیر دفاع کردم و حتی مانع از این شدم که برخورد کنم یک دقیقه فرصت دارین آقای افشاری که دوربین ما در خدمت شماست نکته که میخوام بگم این هستش که من چون در برخوردهای مختلف میبینم میخوام این رو بگم که ما باید فکر کنیم ایران فراتر از هر کدوم ما هاست. ایران یه متعلق به طیف مختلفی هستش به مذهب های مختلف هم از مسلمان ها حالا چه سنی، شیعه، زرتشتی ها، بهایی ها، مسیحی ها، یهودی ها هست و هم گرایش های مختلف هیچ وقت دنبال نباشیم که همه رو مثل خودمون بکنیم. بالاخره دیر یا زود این حکومت به حال کارش تموم میشه. ما وارد یک فضای جدیدی میشیم. در اون ایران آینده واقعا تکثر رو در عمل بپذیریم و تحمل شکیباییمون رو در پذیرش نظرهای مخالف، هویت‌های مخالف ببریم بالا. ایران آینده یک ایران به اصطلاح متکثر و درهمی خواهد بود. دنبال پاکسازی و یکسان سازیش نباشیم. این از همین الان باید شروع کنیم از درون خودمون. این حکومتی که به حال اینجا داره سرسختانه با هر نوع تکثرگرایی مخالفت میکنه میخواد همه چیز رو یکسان بکنه با اون دیدگی که خودش داره بخشیش هم از همین فرهنگی که عمومی که هستش که این مطلق انگاری که در تک تک ما هست تغذیه میکنه لذا به نظر من برای اینکه ما در آینده مشکل رو حل بکنیم هر کدوم باید از خودمون شروع کنیم.
شخصیت خوب هفته عادل فردوسی پور، چرا که با تماشاچی‌هاش رو راسته. عادل فردوسی پور چرا که تو برنامه زنده تلویزیونی گفت ما 3 ساعت بود برنامه، بعد ساعت 41:41 تمام می‌کردیم. به هر حال وقت به اون ندادن، 7 دقیقه از وقتمون هم کم شد. به هر حال وقتی مصاحبه علی کریمی همه جا پخش میشه، اینجا پخش نمیشه. یعنی از بخش خبری ساعت 1:30، 6:30، نمی‌دونم 20:30 همه جا پخش میشه، پخش نمیشه. به هر حال وقت هم داده نمیشه. خیلی ممنون از شما، تشکر میکنیم. به امید که بتونیم با برنامه خودمون در خدمتتون باشیم، برنامه که بتونیم به طور کامل صریح در خدمتتون باشیم. آقای زرقامی، آقای شبکه 3، آقایی که بالا سر فردوسی پور وایستادی، بذار کارشو بکنه. فوتبال ربطی به سیاست بازی های چاله میدونی شما نداره برادر من. یکی تو ایران پیدا شده نمیخواد به مردم دروغ بگه، بده دروغگو میره جهنم، ایشون نمیخواد بره جهنم. آدم مؤمنیه این فردوسی پور، بذار این کارشو بکنه. بنده خدا، به خدا اگه مصاحبه علی کریمی پخش میشد اسلام به خطر نمیافتاد، که نمیافتاد. این داستان فوتبال و سیاست رو از هم جدا کنین. این که دیگه دین نیست که، مرد حسابی آقای زرقامی که نمیتونی از هم جداشون کنی. این فوتباله، فوتبال یه توپ، دو تا دروازه، 22 نفر آدم، یه ذره حاشیه. شخصیت خوب هفته عادل فردوسی پور به دلیل آنچه در فرهنگ عامه ایران زمین به بچه باحال باقی ماندن جلوی میلیون‌ها بیننده 90 و رو راست بودن با مردم در زمانه‌ای که همه دارن همدیگر رو دره میکنن. اما شخصیت بعد هفته تمام لباس شخصی هستن که خانم زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی رو در یکی از کوچه فرعی‌های خیابان پاستور گیر آوردند، محاصره کردند و شروع به بازجویی خیابانی کردند. تمام لباس شخصی که امنیت زنها در خیابان رو هر وقت بخوان با اراده شخصی خودشون به هم می‌ریزن و خیابان‌های ایران رو برای ملت ناامن کردند. تمام لباس شخصی‌هایی که فکر می‌کنند مملکت دیگه انقدر بیدر و پیکره که می‌تونن زن مهمترین مخالف دولت رو با این همه طرفدار تو خیابون مورد اذیت و آزار قرار بدن. همه شما لباس شخصی‌ها که دارین الان این برنامه رو می‌بینین، آقا کسی با مادر شما، خواهر شما این کارو میکرد، چی کار میکردین الان باهاش؟ آقایان لباس شخصی، بیایید حرمت و احترام مخالف خودتون رو نگه دارید. نمیگم مخالفت نکنید، بکنید، هر چقدرم میخواید بکنید، ولی نه با وحشی بازی. مثل آدم مخالفت کن آقای لباس شخصی. شخصت بعد هفته به دلیل آنچه در فرهنگ عامه ایران زمین به مزاحمت خیابانی شهروند ایرانی نامیده میشه، لباس شخصیایی هستند که زهرا رهنورد رو تو خیابون تو روز روشن بازجویی کردند. شخصیت زشت این هفته حسین شریعت مداری و کیهانش، چرا که بانوی اول یک کشور دیگر رو نامید و گفت کارلا برونی قبل از ازدواج با رئیس جمهوری فرانسه دارای روابط نامشروع با افراد گوناگون بوده. اولا که آقای کیهان به تو چه مرد حسابی که یارو قبل از ازدواج با کی چیکار میکرده؟ بعدش هم شما مگه روسپیاب داری که این تشخیص رو دادی؟ از کجا میدونی؟ نه واقعا از کجا میدونی؟ تازه بدونی زندگی خصوصی مردم به من و شما چه؟ مگه کسی پیشینه زن و بچه سیاست مداره ایرانی رو در میاری که شما مال فرانسوی ها رو دارین در میاری؟ خب یکی همچین حرفی راجع به رئیس جمهور محبوب بزنه، نه با حرف دیگه، یکی بیاد بگه رئیس جمهور محبوب حرف که مالیات نداره، مردم حرف بزنن میشه در دروازه شهر رو میگم میشه بس، در دهن مردم نمیشه بس. شما راجع به فرانسوی ها میگی، اونا میتونه راجع ما بگن. آخه از همه اینا گذشته، ای کیهان، ای رسانه معظم، ای پایگاه اطلاع رسانی، ای شرافت خبرنگاری، آخه این چه حرف در پیتیه؟ این چه مقاله در پیتیه دلگیریه که شما مینویسی؟ زن رئیس جمهور فرانسه من جای شما خجالت کشیدم وقتی داشتم میخوندم، اونجا عرق مثل الان شر میریخت. والا به خدا حسین شریعت مداری به دلیل آنچه در فرهنگ عامه ایران زمین به حرف در آوردن برای ناموس مردم، اونم ناموس فرانسوی مردم، نامیده میشه به عنوان شخصیت زشت هفته معرفی میشه و بس. این بود برنامه این هفته پارازیت. من سامان اربابی هستم، کامبیز حسینی، و میخوام بگم که فکر میکنم
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می‌شود هفت رنگ.